خب من در قسمت پروگرام فتوشاپ در قلم نخست یک پیکسل اوپن میکنیم مثلا این پیکسل بعد هم میگیم اوپن زمان که اوپن شد بعد از هم میایم در قسمت ویو. ویو یعنی زیر ساختن. اگر ما بیایم در قسمت پروف ستاپ ما میتونیم که مثلا سیم وای که ما شما کالر رو خواهیم بودیم فعلا به تمام پوسترات یعنی خصوصا من افغانستان هم میگم وقتی که زیادتر در افغانستان از چهار رنگ استفاده میشه کیجا به شکلهای مثلا در این قسمت ما داریم سی جا چی هست سیان به می شکل اب امشی هستن مگنتا وای یلو کشم بلنگ از چهار رنگ تمام رنگ های دیگه تشکیل شده که زیادتر مثلا RGB خودش چند رنگ هست؟ سه رنگ هست متوجه شدید؟ هر چقدر که مثلا رنگ ها که زیادتر از اون میکشده باشه ما از اون میتونیم به اساس سولت یا یک حالتی بالا پکچر خود میتونیم استفاده کنیم. فعلا همین پکچر ما چی هست؟ سیم وای که هست در قسمت پروف ستاپ آمده چی تکه؟ سیم وای که اگر ما مثلا ایچ ستاپ شد تغییر بتون بگویم به این شکل رنگش شد؟ یعنی یک رنگش تنها استفاده میکنیم. باز در اون صورت ما میایم میگیم ویو یعنی زمان میایم پکچر که ظاهر شد صرف نشانش بتوانه اون شکل ویدیو میتونیم ستاپایش RGB بگیریم یعنی شکلای رنگش ایجا تغییر میتیم اما مجموعه این چند رنگ در سیم وای کیست که مجموعه چندین رنگ ها را تشکیل دادن چهار رنگ سعی کنین به می شکل اگر پس بگویم مثلا RGB باشه به شکل RGB چند میشه و البته فرق بین قبلا هم گفته بودیم سیم وای کی RGB هست در صورتی که ما پوسترای وسیل از مثلا چاپ کنیم RGB کس یک رنگ کمتر است و از این که خصوصیت بالا را چی داره؟ سیم وای که وقتی که یک رنگ زیادتر شده کالتی خود پکچر ما را یعنی بسیار با کالتی بالا میتونیم که از او به یک پکچرهای در صورتی که بسیار وسیع باشه مورا فعلا در پکچرهای خود نمیتونیم که مورا اما کاربردش را ببینیم در صورتی که پوسر میشه پکسل خود جدا میکنه رنگ باز در صورت سیم وای که کاربرد زیاد را داره و اساس رنگایی که ما در پوستر ها استفاده میکنیم در کستوم ها میتونیم که به شکل جداگانه از این رنگ ها استفاده کنیم ستاپ کستوم مثلا در قسمت پروفایل ما شما قبلا هم خوانده بودیم گری باشه فقط تمام از این رنگ هستن تمامش به اساس وب باشن از این رنگ ها میتونیم استفاده کنیم این حال اگر ما بیم در قسمت ویو و در قسمت پروف ستاپ میگیم باشه مثلا به شکل مگنتا به این شکل ظاهر شد اما اگر ما بیم در ویو پروف کالرز که انتک باشن همین کار را که ما در ایج انجام میدیم ویو نمیگوش همین کار که در قسمت پروف ستاپ انجام میشن هر کار را که انجام بدی بعد از اینکه اینی را انتک میکنیم تک از فعلا ظاهر است بعض وقتا ما کار انجام میدیم انجام نمیشه باز بخاطر که اینجا انتک است پروف ستاپ همون رو بالای پکسر ما مستقیم ظاهر میسازه بعد که می تکش کنیم همون کار قبلا انجام داده بودیم همون رو ویو کردیم ظاهر ساخته خود پیج ما بعد از آن در ویو اینجا ما داریم گموت وارنینگ وظیفه از چی هست مثلا بالا یک پکچر سیم وای که مثلا ما میایم در این قسمت ما داریم کستوم شیپ بالاش کلیک کرده اگر رایت کلیک کنیم میتونیم کستوم شیپ از جان انتخاب کنیم بعد از آن میجا یک شیپ رسم میکنم مثلا میگم اینی شیپ باشه این انتخاب میکنیم اینجا رسم میکنیمش زمانی که رسم کردیم میگم اینی رنگا در داخل آن باشه این حال از صورتی که در داخل آن باشه ما میخواییم که اگر ما خواسته باشیم این حال زمانی که ما این را در این قسمت ظاهر ساختیم بعد از آن اگر در قسمت ویو مثلا این رنگا را بالایش انتخاب میکنیم این بینی شکل رنگ باشه یا مثلا بینی شکل اگر در ویو سعی کنین اگر ما بیایم در قسمت اوپن میکنم یک ذره واضح تر باشه مثلا این پکچر بعدا میایم در این قسمت یک شیپ بالاش رسم میکنم شیپ به خاطر رسم میکنیم کجا گمود بر ما واضح شد اگر ما در این قسمت بیایم خوب دقیق باشیم فعلا همین رنگ ازی کمپلیت است نیست اگر ما بیایم در قسمت ویو همین گمود وانه کنیم تک کنیم رنگ شکل رو به خود گرفت کیانه از این مکمل رنگ سیم وای که یک رنگش کم میکنه کیانه بازم موضوع اساسی ازی بالای چاپ است
که ما چلو یک رنگش کم میکنیم. همین فعلا یک رنگش کم ساخت، سکه در مجموع بالای خود پکچر ما ناقصی ظاهر شد نشد. یک رنگ پکچر ما فعلا کم است. یا اترا ما میتونیم ساخته بعض پکچرها رو ما دیزاین میکنیم که یک رنگ سیمواکی اگر در ابتدا کمی باشه باز از اون تاریخ میتونیم و پس از گامات وارنگ ظاهر بسازیم بلش. اگر پس در ویو بگویم ظاهر بساز، همین گامات وارنگ کمی انتو کنیم رنگ کمپلیت میشه. بس یعنی در این صورتی که بعض پکچرها رو ما سیاه سفید به رنگ تبدیل میکنیم، اما قسمتایش یک مسلک میکنیم که بر ازو رنگ بده. باز اون صورت میتونیم که از این تاک مچ کنه رنگش کم زیاد کنه. فعلا نیخ رنگ کمپلیت داره این قسمت که دفتن رنگ خود گم کرد. باز ما هم قسمت را که واضح میسازیم مثلا روی انسان است، سلکتش میکنیم بر ازو تاک رنگ مچ میکنه، میتونیم که از یک رنگش کم زیاد کنیم. باز در یک رنگ مشخص شون از یک رنگ میشه سیمایی که مجموعی چندین رنگ است، از یک رنگ باز خود از ضعیفی خیره میکنه که متوارنه وقتی که یک رنگ میشه باز تاک به اون مچ میکنه میتونیم از این استفاده کنیم. و بعد از آن خب اینجا ما پکسل به قسمت تولبارا پس برتان میم چطور از پکسل استفاده میکنیم، از اینجا چطور پکسل ما را ویو یعنی نکنه پکسل استفاده میکنیم بگیم نشان نده. زوم این سایز پکسل ما چی شد؟ کلان شد. اگر پس در این قسمت بگیم زوم اوت پکسل ما آف میشه. شارکتش چی هستن؟ کنترول پلاس اور کنترول فت. اینجا داریم فت آن اسکرین. مثلا من یک پکچر را میارم که سایز شکمک خورد با این باشه که مثال واضح شد. مثلا میگم اوپن کن اینی پکچر زمانی که اوپن کردیم در ویو. اگر ما اینجا بگوییم فت آن اسکرین سایزش خودش میسازن، این حالا اگر ما اینجا در استاپ سیف کنیم هم یک اسکرین بدون از یک پکسل رنگش خاصیتش خود را دست بتن در یک اسکرین خود را ست کردن، در البته در اسکرین ویندوی ما. اگر ما اینجا بیاییم در قسمت باید بگیم Actual Pixels، اما قبلیش هم میاره اما استاندارد را پیشتر ظاهر ساختیم، یعنی در اون زمانه که درد شد نو. اما ما چه میگم؟ میگم از این کلاب بود در پرنچ رقم یعنی همون سایزه قبل از این که در اینجا دردش کرده بودم سایزش هم نسته از چیز فالا میکنیم پرنت سایزش میگم چی هسته پرنت سایزش از این که اینجا درد کرده بودیم همون استانداردش هست که فعلا در اون فولدر قرار داره، سایز پرنتش اصلا نخواهد هسته. بازور هم میتونیم خود ما کلان یا خورب بسازیمش. بعد از آن در ویو بعد از پرنت سایز اینجا ما داریم اسکرین مود. اگر اینجا بگوییم فول اسکرین مود ود مینو بار، میگم فول اسکرین نشانش بده اما مینو باران باشه که این بالاش کلیک کنیم فعلا مینو باران است اما فول اسکرین شد. اگر در ویو پس بیایم در قسمت اسکرین مود اگر بگوییم فول اسکرین مود باز مینو باران نشانه میده مکمل پکچر تا فول اسکرین است. پس میسازیم بگوییم استاندارد اسکرین مود. بعد از آن میایم در قسمت بعد از اسکرین اینجا ما داریم اکسترس. اکسترس نال ما در شو برتان میگم کاری که انجام اگر مثلا بخوایم که انجام بدیم مثل پیکچر رو باز میکنیم مثلا پیکچر رو روشنتر رو ظاهر بسازیم مثلا این پیکچر زمانی که ظاهر ساختیم در ویو در شو آمده میگیم گرید لاین باشه. وظیفه گرید لاین چی هسته؟ اگر ما بیایم در این قسمت بخوایم یک قسمت از پکچر هسته کنیم ما میخوایم این فوری اوه کت کنم، آیا می گرید لاین دارم ساده میشه؟ نمیشه. در مو گرید لاین رفته در غیر آن خودش اصلا سلک کنه نمیتونیم. اینجا ما کلک میکنم در این قسمت گرید لاین سه کنیم گرید لاین به اساس از امی سک ما یک چیز را کت میکنیم همو بسیار استاندارده. در غیر آن اگر ما سلکتش کنیم او خود از سلکشن نمیگیره از او کده با پاهم ده گرید لاین همون طور چار چوکات را به خود میگیره که ما دو سلکت کنیم جایی که از سلکت مثلا ما دو سلکت کرده نتانیم این حاله نمیده همون بالا برده به می شکل که باست کار داره در موجه ستش میکنیم زمان اکسر شد میتونیم که رکت کنیم در جای دیگه یعنی هدف از گرید نمیسته که ما باز جای را که سلکت میکنیم به اساس گرید ما میتونیم بسیار مشخص یا جایش هم مین میتونیم سلکت کنیم. بعد از آن اگر ما بیاییم در قسمت ویو اینمی اکسترس کمی انتک باشن امو عمل را که ما در اینجا انجام میتیم در قسمت شو امو رو برای ما ظاهر نمیسازیم چون از اینکه هدف ویو ظاهر ساختن و نساختن است. اگر اکسترس پس فعال بسازیم عمل را که بغیر از گرید اینجا انجام میتیم اینجا برای ما ظاهر میشه. اینجا ما داریم Selection Edge سالا یک پکچر رو باز میکنیم اینجا یه ذره روشن تر است
ما عندنا رسمات فيو جريد اش عندك ميكني وقت جريد عندك شوت جريد نامي بوشا ما عندنا قسمات سلكت ميكني ما عندنا انجا ريكتانجولار مور كيو طول انتخاب كردا ايجا سلكت ميكني ميجا من مقدار فيكسر شيكو كاتشكو اذا سيكنين امي سلكشن مو مولو ميش انا ميش اگر دوو بیای بگویم شو فعلا سلکشن تک از کمیان تکش کنم سلکت کرگی هم از گرچی فعلا اما ظاهر نمیشه دوو صورت بعض وقتا ما سلکت میکنیم گم ناپدید است معلوم نمیشه باز میگیم ویو ظاهر بساز چی را ظاهر بسازه؟ سلکشن ایجن بعد اونجا برای من ظاهر شد و بعد از آن در قسمت ویو در شو ایجا ما داریم تارگیت پت میایم ماده این قسمت داریم خب اینجا یک کستوم رسم میکنیم کستوم شیپ طول گرفته اینجا انواع کستوم ها داریم مثلا امی کستوم ها میجا رسم میکنم سعی کنین امی کستوم ها که ما رسم کردم اگر ما بیایم در قسمت ویو شو تارگیت فعال شد نشد هدف از کستوم شیپ چی هستن فعلا اینمی چیزی را که ما پرینت کردیم یا بالایش آورده شکل را با خود میگیره زمان که پرینت کنه میره واضح فهمیده میشه که اینمی بالا این پیکچر آورده شده یعنی شکل برجستگی را با خود میگیره ما میخوایم که امیر فت بسازیم یعنی امی شکل را با خود نگیره سکن فعلا این قسمتاش رو ببینید یک خوردگی وار مال میشه یعنی ظاهر واضح میشه که این بالای پیکچر آورده شده یک شکل برجستگی را با خود میگیره اگر ما در ویو بیایم شو تارگت پادش کمی انت کنم شکل سموده به خود گرفت شکل سمود یعنی شکل ملایم تر خود به او گرفت از شکل برامدگی صاف استاندارد این حال شکل را به خود میگیره شکل رسامی بوره یعنی شکل را به خود میگیره که پکچر بلتن شده بوده متوجه شده؟ اگر پس در قسمت ویو این فعال باشه شکل برجستگی در پرند میگیره او باز خراشیدگیش در پرند نمه شکل برجستگی در به او میگیره متوجه شده؟ و بعد از آن در قسمت ویو شو اینجا ما داریم گایدز اولا در شو چی رو فعال میسازیم ما؟ رولرز میایم در قسمت شو اینجا رولر را میگیم شو کن اینجا رولر ظاهر شد خوب دقیق باشیم این حالا ما میخواییم کت پنسل مثلا اینجا ما برش داریم یا اینجا مثلا انواع قلم های داریم که ما میتونیم از آن استفاده کنیم اگر ما این انتخاب کنیم سعی کنیم اینجا ما میتونیم که سیرن مشتاق کنیم خوب دقیق باش حالا هدف از چی هست خطکش ظاهر شد نشد این حال می ایم طرف چپ ما فشار میگیریم این رو در اینجا میاریم از طرف بالا مثلا این رو در اینجا میاریم از طرف بالا باز یکی دیگر هم مثلا میاریم در این قسمت مثل که در بعض جای خطاطی را دیده باشین که اول خط کشی میکنن چون از این که قلم نشته میکنن به خاطر که مخطش مستقیم و راز بره باز در او صورت اتر خط کشی میکنن که ما اگر در صورتی که از این برش طول استفاده کنیم یا از پنسل طول مثلا اگر پنسل طول استفاده کنیم اینه تکسی نشته میکنیم طور مثال این حال در زمان که نشته کردیم میگم این زمی بیرون نبرد یعنی امو یک خط یک لیفت را نشته میکنیم توسط خطکش رو ماسک ساخت امکان داره که از ما بعد سیزن به اساس یک رسامی یک چیز را که قبلا در فیلتر خانه بودیم رسامی میسازیم میخوایم در بغلش هم چون دیگه رسامی است به اساس رسامی هم یک چیز نشته شده یعنی اتر شکل داره نشان بده که رسامی شده باز ما از رولر به این استفاده میکنیم که خط را که نشان میکنیم چی هوریزونتال باشه اگر هوریزونتالی ورتیکالیش از زمین ما میتونیم که چه تغییرات وارد کنیم اگر سر بالا و پایین نشته کنیم یه جسد میکنیم از طرف چپ براست این قسمت ادامه سعی کنین از خطکش همین چیزایی که ظاهر ساختم فعلا واضح است نیست میایم در ویو در شو میگیم سلایس کمی تک کنیم میبخشیم گپ ما در قسمت گایدز بود این حالا در صورت که گایدز انتک باشه امو عمل را که ما از خطکش انجام دادیم و انجام اگر میتیم ظاهر نمیشه دلیلش ایست که در ویو انتک است پس میریم در ویو میگیم ظاهر بساز چی را گایدز پس برای ما ظاهر میشه بعد از آن یک پیکچر را باز میکنیم شاید بعض وقتا اگر بخوایم که رولر خطکش نشان داده نشه میگیم رولر را انتک کن در انترنت بعض وقتا ما یکان چیز را دانلود میکنیم خصوصا عکس
هم یک یا مثلا میخوایم کورا باز کنیم هم پکچر فول ببینیم و تو جدا جدا میره هم پکچر کم کم یا تو کملی نیست کمی اوپنش کنیم مستقیم هم برات باز شد کسا که در انترنت استفاده کنه شاید دیده باشن پکچر هم تو کم کم میره اون از کجا جور میشه از فوتوشاپ که ما میگیم زمانی که من این پکچر در انترنت آن میکنم به خاطر امو که دفعتا او اگر داره شد هنگ میمانه به خاطر سایز امو سپید انترنت کسته من فقط کم کم شد اوجا دانلود کرده برون بسیار کم 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 تا کمپلیت میشه در او صورت باز ما غیر از ما میخوانیم از چیز فرا میکنیم سلایس تول در سلایس تول میم ایده به چندین قسمت تبدیل میکنیم هر رشته رو کش کنیم به می شکل این می قسمت ها جدا جدا تو باز ما ستش میکنیم میگیم اول از این قسمت شروع شود اما تر استیپ بای استیپ این می یک پکچر تقسیم چندین پارچه می سوزه وقتی در انترنت می خواهی که یک پکچر دانلود کنید شاید ترای کده باشین پکچر که وقتی که می خواهی فول اسکرین ببینی یا بازش کنید یا دانلودش کنید اما در روی اسکرین کم کم ظاهر میشه کم 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 تا که کمپلیت میشه در صورت باز ما سلایس استفاده میکنیم اینال سلایس که ما در صورت ظاهر ساختیم اگر در شو سلایس انت کنیم سلایس که ما تطبیق میکنیم نشان نمیده اگر پس بیم در ویو بگویم شو سلایس سلایس تطبیق کنیم نشانش بدیم برای ما پس ظاهر میشه بعد از آن در شو اینجا داریم انوتیشنز اینجا ما چی داریم؟ آدیو انوتیشن تول بالا از این کلک کرده رایت کلک میکنیم یکی نوت داریم یکی آدیو انوتیشن تول نوت هم مثل کومنت واری جا درج میکنیم نوت ایجا انتخاب میکنیم دبارهش یک نوت میتونیم دمون قسمت دباره این پکچر میتونیم که باز به اساس دیزاین مثل که ما شما مثل کومنت واری داشتیز خوانده بریم در ورد اکسل این نمت رک شکل هستم نالی طرف کمی کلک کنم مشکل کومنت رو گیجی درد شد ایجی که کلک کنیم بعد از آن میاییم در قسمت یک آدیو هم میخواییم که جا باشه مثل که در قسمت پاورپوینت مستقیم هم گپ میزنیم موجا سارت میشود این حالا ما یک آدیو رو میخواییم که اینجا باشه میگیم استارت بعد هم میگیم استارت این یک انجا ظاهر شد این حالا اینمی انوتیشن هایی که باز شما در مجموع بالای زی میپیشیم که دفعه بگاهید چی هست فعلا ما از قسمت انوتیشن ظاهر ساختیم چیز رو نساختیم در ویو آمده میگم اگر انوتیشن درش کردیم نشان ندیم انوتیشن فعال شد انتکش میکنیم انوتیشن هایی که درش کردیم فعال نشان میدن یا درج میکنیم پنهان میباشن یا درج میکنیم پنهان میباشن باز در او صورت چی میکنیم در ویو میگیم ظاهر بساز چی را انوتیشن سا پس برای ما ظاهر میشن بعد از آن در ویو در قسمت شو اگر بگویم آل تمام انمی قدر سلکشن هایی که ما داریم کلش در مجموع تکست رو نشان میده دفتان از تمامش نم ایج اکشن نشان نمیده شو ایجا داریم اکسترس آپشن اینمی از سلکشن تا انوتیشن در داخل نی آپشن ها کلش هستن سلکشن تارگیت، انوتیشن، گرید لاین، گایدز به یه اساس هم میتونیم مثل تولبارش باریم از آپشن هایش استفاده کنیم درس ما همینجا بس است.